چیه خیلی خوشی، چی شده؟ من یه نشنیدی من با کتلتش میگردم. کتلت کیه دیگه؟ داره جنگ میشه. جنگ؟ بله جنگ. جنگ کی؟ تمامه دیگه. راستی شریکت دیدم شهرش خیلی خوب شده. آره ما مارک واسه میگردم. ها چرا بابا همش از خودت یاد گرفته، استادش خودت بود. اپ بابا هرچی هم من یاد گرفت اونجا شده، حالا واسه ما شاخ. میخیال بابا زیر سایه خودت، الان استاد تو بودی، الان به خاطر تو داره نتیجه میگیره اینجور موفق شده. شب خوابو ازم گرفته. خواب؟ یعنی شبا میاد تو خواب بیدارت میکنه؟ نه بابا خواب چیه؟ خوابو ازم گرفته. بابا ببینیم. زندگی پر از اتفاقهای ناگواره که هر کدوم ما رو شاید توی یک جایگاهی سورپرایز کنه، اما هر کدوم ما هم یک واکنشی داریم. یه بستگی به اعتقاداتمون داره، نوع تعلیماتمون، شرایط فرهنگیمون در اون جایگاهی که بزرگ شدیم داره و این دلیلی خواهد شد که هر کدوم ما یک برخوردی داشته باشیم. شاید در اون شرایط شخصی هست که از این مشکلات و سختی‌ها به راحتی عبور خواهد کرد، حتی باهاش خوشه. علی بیغم یادتونه؟ علی بیغمه و کاری نداره اصلا، و شاید کسی هم هست که نگاه میکنه، حتی تو اون شرایط قرار میگیره، مخالف اون شرایط هم قرار میگیره، با اونها که شادن خودشو شاد نشون میده، با اونها که تو مشکلات و سختی هستن حداقل وانمود میکنه که من توی مشکلات و سختی ها هستم، و شاید هم شخصیتی باشه خیلی جدی نسبت به مسائلی که چه در امور زندگی خودش پیش میاد و چه در امور عمومیت نسبت به آنچه را که در اطرافش هست اونقدر عمیق میشه که عمق اون موضوع فراموش میشه و یک فاجعه‌ای رو خودش میتونه تولید بکنه. فکر میکنم همه ما ذهنیتمون هایی که تو ایران بودن یادمون هستش که در ایران وقتی تصادف میشد، ما بعد از یک تصادف کوچیک منتظر یک دعوای بزرگ بودیم، یک درگیری بزرگ بود. من خیلی جالب بود، من خودم بارها تو زمان دوران کودکیم دیده بودم دو تا ماشین وقتی به هم میخوردن، حالا تصور کنم مثل 100 دلار هزینه میشد اون ماشین رو ترمیمش کنن، درستش کنن، از یه ماشین یه زنجیر در میومد، اصلا همگرم نمیشناختن، از اون یک ماشین یه دونه چوب بزرگ در میومد، و گویا انگار اینا از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن تو اون زمان بیان و با هم دیگه درگیر بشن، و دیگه موضوع ماشین فراموش میشد و دیگه مسئله مربوط میشد به میرفت به کلونتری و بیمارستان و و و و قصه هایی که همه ما شاهد بودیم. اما بهترین موقعیت برای این نوع برخوردها چگونه میتونه باشه و بدترین بر موقعیت چگونه هستش؟ چگونه ما میتونیم شخصیت هایی که دیدیم در این نمایش انتخاب کنیم که چه شخصیت خوبی رو میتونیم داشته باشیم؟ اما میخوام بپردازم به بدترین شرایطی که میتونه در یک شخص باشه و اون شخص رو در اصل درگیر یک موقعیتی میکنه که جهان رقابت انگیزی رو برای او ایجاد میکنه، که مدام خودش رو در جایگاهی میبینه که گویا همه مخاطبینش رقبای او هستن و باید با اونها بجنگه. که فراموش نکنیم همه اینها باز بعد برمیگرده به وجود اون شخص که خودش رو به اون جایگاه پرارزش نمیبینه. کمبینی در وجودش بسیار هست و دلیلی میشه که نتواند در جایگاه خوب و آرامش قرار بگیره. پس بنابراین با اون دنیایی رو که ساخته، اون دنیا و اون جهان رو میدان جنگ میدونه و به نوعی میخواد بجنگه تا بتواند به عنوان شخص پیروزمند قدم برداره و باز بتونه یک ارزشی رو برای خودش داشته باشه. اما بهترین جایگاه نه جایگاهی هستش که ما به عنوان شخص رقیب، بلکه به عنوان شخصی که بتونیم در مسیر درست قدم برداریم، و مسیر درست رو کلام خداوند مسیر عدالت میدونه، مسیر راستی میدونه، که رقابت با دیگران و رقیب بودن نمیتونه چاره‌ای برای ما داشته باشه و جایگاه ما رو درست کنه. میخواییم بریم به کلام خداوند بنگریم، به مردان خدا،
حتی مردان خدا اسیر این موقعیت ها هستن، حتی خادمین کلیسا اسیر هستن، دولتمندان اسیر هستن، اسیر آنچرا که اونها رو درگیر یک رقابت میکنه و بعدش یک فاجعه رو میتونه تولید کنه. خادم خداوند آساف که گذشته از خدمات بزرگی که انجام میداده در خانه خداوند، در امور پرستش و و و، اما گویا به جایگاهی میرسه که من و شما گاهی میرسیم. حتی انسان ها به جایگاهی میرسن که تصور میکنن ای کاش به بچه هاشون هم محبت نمیکردم. یعنی به نوعی انگار حالا بچه هم شده رقیب من و بچه ها والدین خودشون رو این گونه میبینن. بعد از تحقیقات بسیاری که شده الان ده 15 سال هست که حتی علم روانشناسی ریشه این رقابت رو که حسادت میبینه در جایگاهی میبینه که بیشتر از هر موضوعی توانسته ناهنجاری های اخلاقی ایجاد بکنه. پس فرقی نمیکنه، نگید من توی جایگاهی هستم که رقابت من رو اسیر نکرده، یا کشیش رسول توی جایگاهی هست که رقابت رو اسیر نکرده، یا فلان پادشاه یا فلان پیامبر، هی خیر، فقط خدا هستش که مطابق کلامش این رقابت رو با فروتنی سهم فرزندان خودش کرد و این رو نیز ثابت کرد. اما بریم با هم دیگه از مزمور 73 2 الی 3 بشنویم که اعلام میکنه: اما من نزدیک بود پاهایم بلغزد. چرا مرد خدا باید پاهاش بلغزه؟ چرا باید از ایمان خودش فارغ بشه و از راه راست منحرف شوم؟ یعنی از راه عدالت. گفتیم عدالت یعنی رابطه درست انسان با خدا. کسی که رابطه درستی با خدا داره توی راستی هست و کلام خداوند میگه مسیح عدالت ما شد. اما من نزدیک بود پاهایم بلغزد و از راه راست منحرف شوم، زیرا از دیدن این مرد خدا داره این رو میگه، مس خدا رو داره، عطایا داره، زیرا از دیدن موفقیت‌های اشخاص متکبر و شرور دوچار حسادت می‌شدم. اما داره صادقانه در حضور خدا این رو میگه و چقدر نیکوست که بیاموزیم اونجایی که می‌بینی چقدر احساس ضعف می‌کنی، چرا دیگری که به نظر ما حقشون نبوده، اصلا زحمات ما رو نکشیدن، چرا اونا بهتر از ما هستن، توی جایگاه بالاتری هستن؟ صادقانه بریم در حضور خداوند مانند آساف و اعلام میکنه اشخاص متکبر و شرور دوچار حسادت میشدن. متاسفانه آنهایی که خودشون رو قیاس میکنن با دیگران، فقط نه اینکه با اونها اعلام جنگ میکنن، بلکه این سرزنش در ذهن و فکرشونم هست و همین سرزنش باعث میشه که افرادی شکایتی بشن. به هیچ وجه روحیه تشکر و شکرگزاری ندارن، قبول دارن البته ولی ندارن. حالا شما بازم بگو اسخفه، بگو کشیشه، بگو مرد خداست، بگو زن ایمانه، اما روحیه شکرگزاری نداره، به خاطر اینکه اسیر یک رقابتی هست، اسیر یک جنگ هست. باز آسف در این رابطه آساف داره این گونه توضیح میده در مزمور 73 12 الی 14 اعلام میکنه: به این مردم شرور نگاه کنید. خب حتی در حضور خدا حتما درست میگه، اما انسان کیست که بر دیگری داوری بد کنه تا خدا هست؟ وقتی ما بر دیگران داوری بد میکنیم، وقتی ما دیگران رو محکوم میکنیم، حتی وقتی ما فکر میکنیم که ما میتونیم دیگران رو به خدا برسونیم، ما روی سکوی خدا نشستیم. پس اونجا میگم تو منم خدایی میتونم بکنم. پس آساف اینجا یک اشتباه بزرگی داره به عنوان مرد خدا میکنه. اعلام میکنه: به این مردم شرور نگاه کنید، ببینید چه زندگی راحتی دارن. خب درست میگه، نه اینکه اشتباه بگه. ما هم شاهد هستیم ظالمین زندگی بهتری گویا دارن. 40 چند سال هست جمهوری اسلامی داره این همه ظلم و ستم میکنه، هر روز ثروتمندتر، قویتر، قدرتش بیشتر شد. غیر از این هستش و یکی از دلایلی که مردم از ایمان افتادن، از ایمان نسبت به خدا، حالا اسلام که قصهش فرق میکنه، این هست که دارن جمهوری اسلامی رو میبینن، ظلم اونها رو میبینن مانند آساف، و اعلام میکنه ببینید چه زندگی راحتی دارن و چگونه
به ثروت خود می افزایند. پس آیا من بیهوده خود را پاک نگاه داشتم؟ به خودتون تا حالا گفتید یا نه؟ من که اینقدر گذشت کردم، من که اینقدر فروتن بودم، من که اینقدر مهربون بودم، من که به فلانی اینقدر کمک کردم، چرا اون وضعش بهتر از من شده؟ من بودم در گذشته، شاید حالا هم بشم. پس آیا من بیهوده خود را پاک نگاه داشتم و نگذاشتم دستهایم به گناه آلوده شود؟ داره سوال میکنه از خدا. نتیجه‌ای که هر روزه از این کار آیدم میشود، آصاف داره میگه، رنج و زحمت است. یعنی هیچ روحیه شوگذاری شما در این شخص به عنوان مرد خدا نمیبینه. اما چاره رهایی از این رقابت زیستی چیست؟ باز میخوایم از خود آصاف که خوب جایی رفته در حضور خدا، بهترین جا در حضور خداست، بهترین جا در کلیسای زنده مسیح است، بهترین جا اینه که دردت و غمت رو با مرد خدا، با زن ایمان در میون بذاری، توی دعا ببری، کلام خدا رو بخونی. اونها بهترین موقعیت ها بهترین جا است. ولی بدترین جا اینه که تنها بشینی فکر کنی، بعد هم فکرهایی رو پیدا کنی، اون موقع میبینی وای دنیا بدتر از اونیه که فکر میکردیم. پس آصاف در مزمور 73 16 الی 17 اعلام میکنه، من کوشش کردم که این موضوع را بفهمم اما فکرم به جایی نرسید. پس شخصیتی نبوده که بی توجه باشه، مثل خود شما عزیزان که دقت کردید، توجه کردید تا خداوند این حقیقت رو بر شما مکشوف کرده که حقیقتی است. در غیر این صورت شما هم نجات پیدا نمی کردید، چون حقیقت برای شما نیز مهم بوده. من کوشش کردم که این موضوع را بفهمم اما فکرم به جایی نرسید تا آنکه به معبد مقدس تو رفتم، یعنی خدا، در حضور خدا، یعنی اون عدالت رو ایجاد کرد. حالا دیگه این عدالت هست. آنگاه از عاقبت شوم شریران آگاه شدم، یعنی آنهایی که سعی کردن تمام امور زندگیشون در هر جایگاهی که بودن بتوانن در موقعیت رقابت قرار بدن و بجنگن. 42 سال پیش در همین سرزمین تصمیم گرفتن مردی رو که وطنش رو دوست داشت، خانواده‌ای که عاشق وطنشون بودن، دلسوزانه ایستادن مانند پدرشون محمد رضا شاه پهلوی، که میتونیم براش دست بزنیم، روح شاد، میتونیم دست بزنیم براش، چرا زحمت کشید در اون مملکت. چش نداشتم ببینن، دیدن تو خاورمیانه یک نفر هست دلسوز مملکتش هست، صحبت از جنگ نمیکنه، صحبت از بی‌عدالتی نمیکنه، فقر تو مملکتش داره کم کم از بین میبره، بی سوادی رو داره از بین میبره. پدرش دانشگاه تأسیس کرد، آخوند نبود که فیضیه قم تأسیس کنه، مال چند نفر که هم فکرشون باشن، به فکر این بود که مملکت سلامتی داشته، حتی به فکر تمام کشورهای اطرافش هم بود. اومدن که آقای کارتر رئیس جمهور بود، تصمیم گرفتن که شاه رو از اون سرزمین بردارن و مملکت ما رو به این موقعیت قرار دادن. این همون رقابت هاییست که شده. رقابت نمیتونه خوب باشه، عدالت میتونه خوب باشه. کلام خدا میگه عدالت، با رقابت این کار رو انجام دادن. شخصی به نام خمینی رو گذاشتن و خمینی برای رقابت با شاه اومد توی بهشت صحرا. من چند متریش بودم، یک شاهد زنده هستم، چند متر با خمینی من تماس داشتم، خیلی ازش عکس گرفتم. همونجا اعلام کرد آب مجانی، برق مجانی، همه چیز مجانی. ولی همین که حاکم شد، همین رقابت باعث شد هزاران جوان رو کشت. حتی در یک روز 5000 جوانان رو کشت آقای خمینی. خامنه ای اومد گفت من وای به حال اون مردمی که من رهبرشون بشم. شما ببینید چقدر کشت، چقدر شکنجه، چقدر چشمها رو با تفنگ ساچمه‌ای کور کرد. جوانان زیبای ما که توی جهان الان هستن، در ایران هستن و هنوز توی زندان هستن. رقابت این کار رو میکنه. خود خامنه‌ای که یه زمانی زندان بود و هرگز فکر نمیکرد، ولی وقتی رسید به جایگاهی که فکر نمیکرد حالا بخواد مردمی که براش تو زندان به اصطلاح رفته بود حالا رقیبش شدن، به جای اینکه درد اونها رو گوش کنه. این مملکت چی؟ دو تا حزب بیشتر نداره، حزب دموکرات و جمهوری خواها. چند سال پیش وقتی ترامپ اومد و اعلام کرد
من میخوام فقط به فکر آمریکا باشم، به دنبال جنگ نیستم، کاری به جنگ ندارم و نمیخوام تو خاورمیانه سربازان آمریکایی کشته بشن. به ما چه مربوطه؟ هر کسی به فکر خودش باشه. فقط آمریکا رو در نظر دارم، میخوام قدرت کلیسا رو به خودش برگردونم. و مطیع کلام خدا بود، حزب مخالفش ترامپ رو یه گوشه‌ای قرار داد، دیدن کی هست؟ کسی نبود، آقای جو بایدن. بلنشو جو بایدن رو آورد. اینم مملکتی که ساخته. تورم رو داریم میبینیم، شرایط سخت رو داریم میبینیم. 22 سال پیش وقتی ما اومدیم آمریکا، جالبترین موقعیت خرید ما 99 سنتی بود، فروشگاه 99 سنتی، که اصلا عجیبه. هر چی میخواستیم اونجا میخواییم، چون درآمدی نداشتیم ما. دو روز پیش گفتن اعلام برشکستگی کرد. چرا باید اعلام برشکستگی کنه؟ تو این رقابت ها مردم وسیله هستن، توجیه خواهند شد. توی رقابت ها عشق از بین میره، عدالت از بین خواهد رفت متاسفانه. اینها رو عرض میکنم برای نمونه. خودت رو رقیب هیچ کس نبین، نه رفیقت که همکار توه، نه خادمی که توی کلیسا هست داره تو رو خداوند رو خدمت میکنه. مواظب باشید، حتی کلیساها به خاطر این رقابت آسیب خورده. در خود کلیسا، کلیساها چرا جدا میشن؟ به خاطر رقابته. ادعا دارن، چون ادعا دارن جدا میشن، دوباره اون به کلیسا میزنه، کلیسا دیگه بنا نمیکنن، کلیسا رو خدا بنا میکنه و مثل یه بیزینس میشه. بیزینس هم همچنین میشن، همین اتفاق میفته، توی رقابت متاسفانه قرار میگیرن. آصاف در ادامه مزمور 73 21 الی 24 اعلام میکنه، وقتی من به این حقیقت پی بردم از خود شرمنده شدم. چرا اونا شریرن؟ من چرا خودم رو توی رقابت با شریرا قرار دادم؟ پس ببینیم اگر تو این جایگاه هستیم، در قدم اول اینه که توبه کنیم در حضور خدا. وقتی من به این حقیقت پی بردم از خود شرمنده شدم، من احمق و نادان بودم و نزد تو ای خدا مانند حیوانات بیشعور رفتار کردم. ما به خوبی میدانیم خداوند حیوان رو برای انسان آفریده، اما انسان رو برای کی آفرید؟ یکی بگه. بله، برای خودش آفرید. خدا انسان رو با چی آفرید؟ با خاک. شما میدونید که 99 عنصری که در وجود من و شما هست در خاک هست، و همه به خوبی میدونید. چند نفر اینجا توی کار کانستراکشنی هستن، ساختمون سازی هستن؟ دستاتون بره بالا، نترسید بابا، کار بهتون میدیم. نترسید، براو. خب شما میدونید کم ارزشترین مساله ساختمون خاکه، درسته؟ پس انسان به وجود خودش، به خودی خودش که ارزش نداره. ارزش من و شما زمانی به ما داده شد که در پیدایش 1:26 اعلام میکنه خدا انسان را شکل خودش آفرید و روح خدا در او دمیده شد. ما به توسط روح القدس در اصل با ارزش شدیم. حالا این وجود رو پر از قدرت، ثروت، شهرت، زیبایی کن، هر آنچه که فکر میکنی، باز ارزش نخواهد داشت. چقدر از دانشمندها مردن، چقدر از افراد دولتمندها مردن، چقدر پادشاهان مردن، چقدر افراد معروف، هنرمندان ما مردن، خوب بودن، اما توانستن هیچ کدوم اینها رقیب مرگ بشن؟ نتوانستن. چه کسی توانست؟ فقط عیسی مسیح بود. آمین. مسیح بود که مرد و قیام کرد و بر مرگ پیروز شد. پس اگر من و شما امروز این امید رو داریم، این ایمان رو داریم، فقط در کنار مسیح ایستادن میتونه به ما کمک کنه. و اگر قرار هست کسی به جنگ، اجازه بدیم مطابق خروج 14:14 خود خدا برای ما بجنگه. از این رو آصاف داره میگه من مثل حیوان بودم. چرا؟ چون فقط به بدنش نگاه میکرده، به موقعیتش نگاه میکرده، به ماهیت خودش فقط نگاه میکرده، نه به اصل آفرینش. عزیزانی که تعمید گرفتن میدانن، تو این یک سال درس خوندن، شما فرزندان خدا هستید، اما بیرون از این کلیسا دامهایی هست تا شماها رو تبدیل بکنه به یک موقعیت که شما رقیب بشید، رقیب دیگران و دیگران رقیب شما بشن. هوشیار باشید.
از کلیسای خداوند جدا کشید، از کلام خدا که جدا بشید، دام بسیار هست. برای خادمینش هم بوده، برای اسقفاش هم بوده، برای پاپش هم بوده. نمیتونیم از مسیر عدالت ما دور بشیم. باز آصف نیز اعلام میکنه، مانند حیوان بی شعور رفتار کردم، با این حال تو هنوز هم مرا دوست داری. این خبر خوشه که اگر تا به امروز ما در رقابت ها توی این دنیا، در رقابت تو کار خدا، حتی در رقابت در موقعیت های مختلف قرار دادیم، خودمون رو بدونیم خدا دوستمون داره، میتونیم توبه کنیم. وقتش هست، اول سال هست، میتونیم از همین ابتدای سال در جایگاه خودمون رو قرار بدیم که اجازه بدیم در همون موقعیت عدالت باشیم. عدالت یکی از تعریفاش اینه، هر چیزی سر جای خودش. من سر جای خودم خوب هستم، شما هم سر جات خوب هستی. این برای این نیستش که تلاش نکنی، هرگز. این برای این نیست که تحقیق نکنی، هرگز. حتی ورزشکارا به خوبی میدانیم تمرین میکنن تا توی مسابقه ببرن. اما زمانی که یک ورزشکار هدف اصلیش فقط بردن باشه، باخته. چون یه روزی میبازه، یه روزی نفر دوم سوم خواهد شد و افسرده خواهد شد. اما اگر یک ورزشکار در زمان مسابقه، در زمانی که موقعیتی براش ایجاد میشه که خودنمایی بکنه، برای لذت از اون ورزش و لذت با مخاطبینش، با گروهش بازی میکنه، اون همیشه پیروز هستش. موقعیتی شده که من و شما روی این زمین اومدیم زندگی بکنیم. نه خدا احتیاج به پول من و شما داره، نه احتیاج به حکمت من و شما داره. خداوند میخواد که من و شما در مسیر عدالت به شباهت او بشیم، نه ما در مسیر رقابت. با هیچ کس رقابت نکنید، با هیچ کس. همون جایگاهی که خدا انتخابت کرده قرار بگی، با فروتنی، با عشق زندگی تو بکن. باز این آیات رو میخونم، با این حال تو هنوز مرا دوست داری و دست مرا در دست خود گرفته ای. تو با رهنمودهایت مرا در زندگی هدایت خواهی کرد و در آخر مرا به حضور پرجلالت خواهی رسوند. آمین. این اعتماد رو داره آسان. این اعتماد رو داریم؟ آمین. اگر این اعتماد رو داریم، امشب حداقل وقتی میخوای بخوابی فکرتو تقدیس کن. شاید الان بگید دارم میخوام بیشتر به کلام گوش کنم، حواسم نیست، اما خواهش میکنم امشب تقدیس کن. ببین کجا ایستادی. آیا جز به کسانی هست که داری می جنگی برای رسیدن به جایی، و یا نه حقیقتا خودتو به خدا سپردی؟ اما بریم با هم دیگه نامه یعقوب 3 از 13 الی 18 رو داشته باشیم و بعد باب 4 1 الی 7. آیا همه بروشور دارید؟ عزیزانی که بروشور نه، فقط دستاشون بره بالا. در میان شما چه کسی عاقل و فهیم است؟ او باید با زندگی و کارهای نیک خود که با تواضع و حکمت همراه باشد. چرا این رو داره میگه یعقوب؟ یعقوب داره این رو به کلیسا میگه، یعقوب به مردم دنیا نمیگه. توجه کنیم، یعقوب داره با من صحبت میکنه، داره با رسول صحبت میکنه تو هر جایگاهی که هست. میگه تو شکل خدا آفریده شدی، خدا عاشق تو هست. اجازه بدید من چند تا آیه بخونم. آیات بسیار است. در پیدایش 1:26 که می‌دونیم همه ما شکل خدا آفریده شدیم. این ارزش من و تو است. نه این جسممون، نه کارمون، نه مقاممون، نه قدرتمون، نه اقامتمون تو این سرزمین، نه دکترامون، نه تخصصاتمون، نه کشیش بودنم حتی. هرگز، هرگز، هرگز این با این پوزیشن ها کار نکنیم. در کتاب اشعیا 43:4 میگه تو برای من گرانبها هستی. اینو خدا داره میگه. میتونیم اینو درک کنیم؟ اگه پدر و مادر این رو به ما بگن با تمام وجود، چه احساسی میشه؟ چه حسی میگی؟ اگه دوستت بگه، اگه همسرت بگه تو عزیز من هستی، من تو رو خیلی دوست دارم، همون موقع اشک از چشات میاد. خدا داره این رو به من و شما میگه تا مبادا اسیر رقابت های دنیا شیم. در کتاب لوقا، انجیل لوقا 12:24 میگه با ارزش تر از اون پرندگان هستی، گلهای سوسن هستی که نه میکارن، نه کشت میکنن،
نه درو میکنن، اما خدا به فکر اونها هست. میگه چقدر بیشتر به فکر تو هست. چرا نگران بیل ماهت هستی؟ میاد. چرا به فکر این هستی مدت هاست اقامت نگرفتی؟ اقامتتو خواهی گرفت. اما وقتی گرفتی وفادار باش به همون خداوندت. چرا میگی من مدت هاست مجرد هستم؟ بازم بمون در انتظار خدا. در انتظار خدا، نه فکر خودت که خراب کاری کنی. موقعیت کاریت هست، هر آنچه که هست. شاید خیلی بهت برسن تو هم مثل فلانی این کارو بکن، زرنگ باش، این کارا رو بکن. اینها همون جنگ هایی هستش که ما رو آلوده میکنه تا از مسیر عدالت دور بشیم. بله بفرمایید. آن را نشان دهد. اما اگر شما حسود و تندخو و خودخواه هستید، از آن فخر نکنید. چه کسی حسود میشه؟ کسی حسود میشه که خود کمبینی داره. کسی حسود هستش که مدام مورد سرزنش قرار میگه. کسی حسود میشه که همه موقعیت رو نسبت به خودش قوی تر میبینه، با ارزش تر میبینه. اما ما در کتاب زکریا باب دعای 8 میخوانیم که خداوند میگه من و شما همه ماها مانند مردمک چشم اون هستیم. میگه وای به حال کسی که بخواد شماها رو لمس کنه، دست به شما بزنه، گویا که به مردمه که چشم من داره دست میزنه. من و شما اینقدر ارزش داریم. هرگز در کلام خداوند نیومده، نه فقط برای وقتی میگم ما، خداوند با مردم این جهان هم همین رو داره. ما امروز این درک رو داریم، ولی خیلی از باورمندان توی جهان این باور رو ندارن. نمیدونن فرزند خدا هستن، نمیدونن که به عنوان شاهزادگان هستن، شکل خدا آفریده شدن. حتی اگه شما بگیدشون تو شکل خدا آفریده شدن، میگه استغفر الله، چی داری میگی؟ افتخارش اینه که فقط سیده. حالا اونم شجرش وقتی میبینیم واه چه افتضاحی بوده این قصه سید، از کجا اومد و چی شد. بله نگاه کنیم، تاریخ رو نگاه کنیم ببینیم. اسم غلام نذارید دیگه لطفا رو خود. نمیذارن دیگه، تموم شد. ولی واقعا چه ننگ بزرگی در فرهنگ ایران این اسلام قرار داد و آسیب به ما زد متاسفانه. باید آزاد بشیم. اگر آزاد بشیم، اول تو آزاد شو، خانوادت آزاد میشه. باور کنید من وقتی که وارد آمریکا شدم، در کنار که خدمت میکنم، خیلی از چیزا تو زندگی میخواستم عوض کنم. یکی این سلام گفتم بود. وقتی فهمیدم سلام یعنی تسلیم و درود میفرستم. الان بچهای من همه به من میگن درود. هممون به هم میگیم درود. حتی خانواده من از ایران میگن سلام، میگم خوبه. نمیخوام بهش بگم درود، دیگه عادت شده. این عادت خوبه. ایشالله ماشالله رو برداریم از زندگیمون. بسه. از جایی که سیلی خوردید چرا اونجا میپرستیم؟ چه کار داریم با اونها؟ آزاد کنیم خودمون رو و در عدالت خدا قرار بگیریم. اون زمان هستش که درک درستی داری که من و شما چیکار، سید چیه؟ من و تو فرزند خدا هستیم. من هرگز نمیخوام فرزند شخصی به نام محمد باشم یا علی باشم، چه خوب چه بد. اگر در جایگاهی هستم که فرزند خدا هستم، به عنوان فرزند او هستم، چرا تو اون جایگاه باشم؟ در اول قرنتیان 3:16 و 6:19 اعلام میکنه بدنهای ما چیه؟ پیکر خداست. تو بدنت پیکر خداست. افتخار میکنی که در گذشته افراد سید بودن، اجداد سید بودن، که چی؟ به چی افتخار میکنیم؟ وقتی کلامی داره میگه تو فرزند خدا هستی، بدن تو بدن خدا شده تا روح خدا در تو قرار بگیره. چه رقابتی داریم بکنیم با هموطنی که حالا سید نیست مثلا؟ نه من سید هستم. تموم شد این دوران خوشبختانه. بله بفرمید. از آن فخر نکنید و برخلاف حقیقت دروغ نگویید. این حکمت از عالم بالا نیست، این حکمتی است دنیوی، نفسانی و شیطانی. اما حکمتی که از خدا میاد اینه که نه خودش تو یک رقابت قرار میگیره، نه من و شما رو مجبور میکنه تو یک رقابت قرار بگیریم. چرا که در انجیل یوحنا باب 14 آیه 12 مسیح به شاگردانش و به من و شما داره این پیام رو میده. میگه به من ایمان داشته باشید، حتی کارهایی بزرگتر از من انجام میدید. و چه رقابتیه؟ حتی مسیح خودش تو رقابت قرار نداده. میگه شما کاراتون، کارهایی که خواهید کرد در آینده، اگر ایمان داشته باشیم، اگر از روح القدس پر بشیم، اگر بیستیم، اگر این ترس و اون ترسا رو بذاریم کنار،
اگه این موقعیت هایی که از ایران با ما اومده متاسفانه باید خودمون رو بشوریم، مصلحت طلبی رو، همه اینها رو بذاریم کنار، آزاد باشی، ببین روح خدا چگونه در تو کار میکنه. قوی تر از رسولان مسیح میتونی دست بر مریضان بگذاری تا اونها شفا پیدا کنن. چرا کلیساها کمتر این روزا شفا هست سرش؟ چرا کمتر نبوت هست؟ چرا معجزات کمتر شده؟ چون متاسفانه رقابت با این دنیا زیاد شده. حتی کلیسا هم چه بسا در فکر رقابت هستن، ایماندارام در فکر رقابت هستن. نه حالا نبوت، حالا ولش کن، میگن خرافاتیه، این حرکی داره میگه. میخوایم دعا کنیم شفا، بابا ول کن، علم که اینو رد کرده. ای بابا خب میخوایم دعا کنیم جای این معجزه میشه، آقا این حرفا چی بابا میگی؟ مغزت خرابه دی. حتی ایماندار یه موقع به همین حرفا رو میزن. خب پس دیگه روح عمل نخواهد کرد. قوی بشیم و بیستیم جدی. هر نوع ترس در هر ایماندار نقطه ضعف بزرگ این هست که روح خدا در او کامل نیست. متاسفانه هر کسی هست، بگو کشیشه، بگو اسقفه، سالها بر علیه جمهوری اسلامی صحبت کردم، چقدر کشیشا بر علیه من بودن. خوشبختانه الان حزب سیاسی هم زدن، چون دیگه همه میگن او اوکی شد. به این نمیگن قوت روح القدس. این اون پیامی نیست که از آسمان آمده باشه. پیامی که از آسمان میاد درش ترس نیست، درش اقتداره. شاید تعجب باشه، شاید خیلی از دور بشن، از مسیح هم دور شدن، از مردان خدا دور میشن، میترسن، از زنان ایمان دور میشن، میترسن. اما وقتی که جدی میستیم، خداوند اونجا به توسط روح القدس اونقدر تو رو قوی میکنه، تو احتیاج نداری رقابت کنی با دیگران، چون روح خدا در تو داره عمل میکنه. بله؟ چون هر جا حسد و خودخواهی هست، در آنجا بی‌نظمی و شرارت هست. اما حکمتی که از عالم بالاست، پس این دنیا علتش اینه، شرارت هست. کلام داره این رو میگه، اونجایی که داری میبینی شرارته، میگه تو کلیساست مثلا یه چیزایی هست، او پس اونجا رقابت. اول خودتو بسنج، اول از خودت شروع کن. وقتی داری برای یکی داوری میکنی تو رقابتی، مواظب باش. وقتی داری یکی محکوم میکنی تو رقابتی. وقتی داری میگی وای من سالها خدمت کردم، بشارت دادم، بعد رسول هزاران نفر رو شما بشارت دادی، کوشن چرا کلیسا خلوته؟ تو رقابتی ما. خلوته که خلوته، مگه ما دست زور داریم؟ نه، مسیح رو دست ما باد کرده به قول یه نفر، و ما دست زور نداریم. ما کاری که خدای ما گفته انجام میدیم. همه ما بشارت میدیم، کلام خدا رو به راستی میگیم. هللویا. هر کی گوش کرد خوش به حالش، هر کی هم گوش نکرد بازم خوش به حالش، اشکال نداره، به ما چه مربوطه. انجیل یوحنا 16:8، انجیل یوحنا 16:8، حفظش کن. نه بر کسی داوری بد کن، نه کسی رو محکوم کن، نه سعی کن کسی رو به خدا برسونی، چون این ستا کار خداست، کار من و تو نیست. پیامتو بده، پیامتو بده و بیست. بهت قول میدم تو فقط برکت میگیری، فقط برکت میگیری. اینها شعار نیست، اینها شعار نیست. مردان خدا و زنان ایمان این گونه زندگی کردن و باعث این تحولاتی شدن که در دنیا شما دارید میبینید. کلام خدا میگه هر زانوی خم خواهد شد. عربستان سعودی تاریخش رو عوض میکنه. چه تاریخی میشه؟ چرا؟ هر زانوی خم خواهد شد، هر زانوی خم خواهد شد. جهان اسلام، جهان کمونیست باید به تبعیت از جهان مسیحیت جلو برن، چون حکمت در افکار و دل و احساسات مردان خدا هست. آمین که این سرزمین به خواب نره. آمین که دولتمندان این سرزمین اجازه ندن بیشتر از این دعا، کلام خدا، کلیسا برداشته بشه. این همه فیلم کریسمسی درست میشه تو همین هالیوود. یه اسم مسیح رو میبرن، هیچی نمیبرن. این رقابت دیگه، با مسیح میخوان رقابت کنن. همه مکانهای دنیوی جشنه، کلیسا اون زمان خلوت. اصلا کلیسا دو هفته قبل جشن میگیرن که همه میخوان برن لاس وگاس وقت داشته باشن. اینطوری شده دیگه متاسفانه، و چقدر زشت و چقدر بد. پس منتظر اتفاقای بعدم باشیم، چون دنیا داره میخواد با ما رقابت کنه. چرا ما داریم با دنیا رقابت میکنیم؟ بله، اول پاک، بعد صلح‌جو، با گذشت مهربان، پر از شفقت و ثمرات نیکو، بی غرض و بی ریا. نیکی و عدالت میوه بذرهایی است که به دست صالحان در صلح و صفا کاشته می شود. به خاطر اینکه
شخصی که رقابت میکنه شخصی هستش که متاسفانه محبت رو، عدالت رو، صداقت رو، رحمت رو، رفاقت رو قربانی میکنه. ابزارش چی میشه؟ خشم، عصبانیت، حسادت، کینه و نفرت. این میشه ابزار شخصی که اهل رقابت هستش و اخلاق او میشه به عنوان خوی و مرام ناهنجاری هایی که باعث آسیب به نزدیکان، حتی به خودش و دیگران خواهد زد. اما اگر بپذیریم که قرار نیست من و شما بجنگیم تو این دنیا، قرار از زندگی لذت ببریم. سلیمان این رو میگه، سلیمان اعلام میکنه در کتاب جامع که از آن زندگی که خدا بهت داده، از همسری که داری، از فرزندانت، از بیزینست، کارت لذت ببر، شرابتو بخور به خوبی، اشغالتو بکن. این دیگه نظام آبادی بود. چه کار داری به این ور، چه کار داری به اون ور؟ هر اتفاقی افتاد بدون، اگر به خدا ایمان داری، اگر به تعمید ایمان داری، اگر به قولی که به خدا دادی، اگر به خانه خدایی که میری ایمان داری، بدون خدا پیوسته با توست، تو رو حمایت میکنه، تو رو هرگز رها نخواهد کردش، هرگز. هر اتفاقی هم که بیفته کاری نداشته باشه، پیگیری بکن، اما قصه نخور براش، چون قصه خوردن من و تو یعنی ما هنوز گویا یه رقابتی داریم، تو یک رقابتی قرار گرفتیم متاسفانه. یک داستان قدیمی میگه توی روستایی یک شخص روستایی میاد یه اسب میگیره، همسایه‌ها میان همه به اون تبریک میگن و میگن خیلی خوب شد که یه اسب خریدی. میگه شما کجا میدونید؟ حالا مرسی که تبریک گفتی، کجا میدونید که من اسب خریدم خیلی خوب شد؟ بعد میدونن دیگه، میگن چی بود؟ بعد یه مدتی اسب فرار میکنه میره، همسایه‌ها دوباره همه جمع میشن میان میگن خیلی متاسفیم. میگه خواهش میکنم. میگه ولی خیلی بد شد اسبت فرار کرد. میگه شما از کجا میدونید که خیلی بد شد اسبم فرار کرد؟ اسب میره قاطی اسبای وحشی میشه، بر اثر گرسنگی و تشنگی برمیگرده به سمت خونه این روستایی، یه چند تا اسب دیگه هم با خودش میاره. بالاخره اینا اون چند تا اسبم میگیرن، دوباره همسایه‌ها میان میگن چقدر خوب شد، تبریک میگیم، خیلی خوب شد، یه اسب رفت چند تا اسب اومد. میگه شما کجا میدونید که خوب شد؟ پسر این روستایی بلند میشه میره این اسبا رو رام کنه، از روی یکی از این اسبا میافته و پاش میشکنه. دوباره همسایه‌ها میان میگن خیلی متاسفیم، خیلی بد شد که پای پسرت شکست. میگه شما کجا میدونید بد شد؟ چند وقت که جنگ میشه، همه جوانای روستا رو میبرن برای جنگ، این جوان اونجا میمونه، دیگه نمیره برای جنگ. ما از کجا میدونیم؟ بسپاریم تو دست خدا. نمیگم حکمت نداشته باشیم، اما حواسمون به اخبار باشه، به خبرها باشه، بلا فاصله جبهه نگیریم برای اتفاقایی که میافته برای ما. بله. علت نزاع‌ها و دعواهایی که در میان شما وجود دارد چیست؟ آیا علت آنها خواهش‌های نفسانی شما نیست؟ خواهش‌هایی که در تمام اعضای بدن شما در جنگ و ستیز هستند؟ شما در حسرت چیزهایی هستید که ندارید. حالا ثروت، قدرت، شهرت، مقام، عقده‌های دوران کودکیه، از ایران بلند شدم اومدم، من راحت میتونم بگم چون منم از ایران اومدم، من از قم اومدم، بلند شدم اومدم اینجا بشم ممل آمریکایی. اینجا بعضیا تو 20 سال زحمت کشیدن یه بیزینس کوچیک دارن، عزیزان وقتی میان تو یکی دو سال میگن ما باید همه چیز داشته باشیم، آبرومون نره. تو ایران خیلی گفت چیزا گفتیم، اوه راحت زندگی تو بکن، توی مسیر را به فکر این بودی فقط سالم برسی آمریکا، حالا اینجا میخوای بشی ممل آمریکایی، راحت زندگی کن. دنبال زن خوبی بوده، هم مرد خوبی بوده، حالا ازدواج کرده متوجه شده این دوتا ایراد داره. خب داره که داره، انسانه. نه من اینجوری نمیخواستم. خب اون دوتا تا ایراد که اون 20 تا ایراد تو گرفته، حالا اینقدر نجیبه که بهت نمیگه. چرا بلا فاصله عوض میشیم؟ بدونیم از کجا اومدیم، خودمون رو توی جبهه جنگ قرار ندیم تا این روحیه شکرگزاری برای ما نیز باشه. بله. برای آن حاضری دیگران را بکشید، حسد می‌ورزید، ولی نمی‌توانید آنچه را که می‌خواهید به دست آورید، پس با یکدیگر به جنگ و نزاع می‌پردازید. شما آنچه را که می‌خواهید ندارید، چون آن را از خدا نخواسته اید. اگر از خدا هم بخواهید دیگر حاجت شما برآورده نمی‌شود، چون با نیت بد و به منظور ارضای هوس‌های خود آن را می‌طلبید. چرا؟ چون همون گونه که عرض کردم، برای رسیدن به اون اهداف من محبت و قربانی کردم.
اولین کسی رو که ما در کلام خدا میبینیم محبت رو قربانی میکنه برای رقابت شیطانه. شیطان با رقابت با خدا محبت خدا رو قربانی میکنه. بعد شاهدیم که قائن این کار رو میکنه برای رقابت با برادر خودش، محبت رو، رابطه رو، رابطه عشق رو قربانی میکنه. برادران یوسف قربانی میکنن این محبت رو. شاول فراموش میکنه که داوود چه کار بزرگی کرد برای قوم اسرائیل و میاد قربانی میکنه اون عشقی که داشته. اول بهش میگه تو پسر من هستی، قربانی میکنه. اسخریوطی قربانی میکنه متاسفانه برای پولی که باید داشتش. و همه اینها موقعیتی میشه که ملکوت خدا آسیب بخوره. ملکوتی که خدا به تو داده، به من داده، هوشیار باشیم با رقابت هامون آسیب نزنیم و توجیهش هم نکنیم، به دنبال توجیه نباشیم. نه، من به خاطر این کارو کردم، من به خاطر این کارو کردم. چون تو توجیهات دروغ توجیه میشه، غیبت توجیه میشه، خیانت توجیه میشه، غیبت و بدیهای دیگه که تو این مسیر من و شما رو میتونه دست پامون رو بگیره و از اون روحیه خوب اخلاقی پاک دورمون بکنه. مانند ملا نصرالدین. ملا نصرالدین شب یه گوسفند میدوزید، کله پاچه‌شو، دل و جگرشو خودش برمی‌داشت، به 100 نفر تیکه تیکه این گوشتا رو میداد. میگفت یه گناه در برابر 100 تا ثواب. خب این یه بگیره. همون قصه دروغ مصلحتی هستش. بدونیم توی رقابت ما آسیب خواهیم دید. بله. ای مردمان خاطی و بیوفا، آیا نمی‌دانید که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خداست؟ هر که بخواهد دنیا را دوست داشته باشد خود را دشمن خدا می‌گرداند. چرا که از اون محبت خدا دور شده. چرا که محبت را قربانی کرده. همون گونه که شاعری اعلام می‌کنه، محبت چون تمام افتد رقابت از میان خیزد. وقتی محبتی نیست، عدالتی نیست، رقابت اونجا نیست، پادشاهی خواهد کرد. بله. آیا تصور می‌کنید کلام خدا بی‌معنی است؟ وقتی می‌فرماید خدا به آن روحی که خود را در دل انسان قرار داده به شدت علاقه دارد. اول قرنتیان 3:16-6:19 بدنهای ما پیکر خداست. خدا به اون روحی که من و شما داده اهمیت میده. جسم ما دوباره خاک میشه، اما اون روح رو خدا اهمیت میده. قدرش رو بدونیم. بله. و نمیتواند تمایل انسان را به چیزی جز خود تحمل نماید. اما فیضی که خدا میبخشد از این هم بیشتر است. آمین. چون کلام او میفرماید خدا با متکبران مخالفت میکند. کسایی که توی رقابت خودشون رو قرار دادن. بله. و به فروتنان فیض میبخشد. پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد. آمین. 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 هللویا. میتونیم برای این قسمت کلام خدا دست بزنیم. پتروس هم میگه مواظب باشید، شیطان در کمینه. اما اگر من یک روحیه جنگجویی دارم و رقابتی، خود من تو اون کمین قصه دارم، اصلا احتیاج به شیطانم ندارم. پس این هوشیاری ما باید داشته باشیم. اگر روی بروشورات رو نگاه کنید، بریم با هم دیگه فرق عدالت و رقابت رو ببینید، میتونه بهتون کمک کنه. حتی میتونید شما این شما عزیزان مشروطه بر این که قلبتون گواهی میده این تعلیم میتونه زندگیتون رو عوض کنه، زندگی کسی رو عوض کنه. این رسالت شماست. شما بی خودی نمی. اگه کسی بگه من سفیر هستم، سفیر عمل داره. اگه شما بشارت نمیدی، کسی رو تعلیم نمیدی، سفیر نیستی. الکی نگو من سفیرم. تو رو الکی میگی. مسیح گفته ولی نیستی، عملت باید نشون بده. اگه عمل ما انجام نشه که فایده نداره. پس میگه فرق عدالت و رقابت داریم. بله. ریشه رقابت حسادت و روش آن حماقت و شکایت. مطابق امثال 27:4 که اعلام میکنه حسادت خطرناکتر و بیرحمتر از خشم و غضب است و ریشه عدالت محبت است. چرا؟ چون عدالت از خدای میاد که کلام خداوند میگه خدا محبت است. بلند. خدا محبت است. آمین. پس اگر خدا محبت هست تو جایگاه درستی هستیم. باز اول قرنتیان 13:4 اعلام میکنه که کسی که محبت دارد صبور است و مهربان، حسود نیست و به کسی رشک نمیبرد، یعنی حسادت نمی کند، مغرور نیست و هیچ
کجا خود ستایی نمی کند. اما بریم با هم دیگه آخرین آیه هم داشته باشیم تا یک مطلب دیگه من بگم و بعد پرستش. شما باید از آن زندگی که در گذشته داشتید دست بکشید و آن سرشتی را که قبلا داشتید از خود دور سازید. به طور خاص عزیزانی که تعمید گرفتید، کلام داره با ما همه ما صحبت میکنه، اما امروز شما نوزادان هستید. ببخشید این گونه میگم، من نمیم، کلام میگه. بعد بیشتر ما یه بچه که به دنیا میاد، والدین، خانواده، فامیل، عمو، دایی، همه مواظبن مبادا مریض بشه. پس اگر این صحبت رو میکنیم، نه که شماها کم میدونید، نه، این دلسوزی و عشق ماست. تولد تازه، تموم شد اون دنیا. فراموش نمیکنم سالها پیش وقتی یه نفر رو تعمید دادم، اومد گفت برادر رسول ببخشید هر خوبی هر بدی از من دیدی دیگه منو حلال کن. گفتم ای چی شده؟ گفت نه دیگه، خب تموم شد دیگه، دارم میرم. گفتم کجا میری؟ گفت نه خب کلیسا که دیگه نمیام. گفتم کی گفته؟ تو اتفاقا شروع شده. یعنی چی کلیسا نمیرم؟ مگه اومده بودی اینجا دانشگاه که نبوده فوق التحصیل بگی من رفتم؟ نه دانشگاه بوده، نه مسافرت بوده. اینجا خانه تو و خانه پدر توست و خانه اصلی تو هست. من رفتم، بله آزادید برید. و اینو ببین، تازه شروع شده. که شما فکر نکنید با تعمید چیزی تموم نمیشه. با تعمید همه چیز در مسیر عدالت شروع میشه. بله، زیرا آن سرشت فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است. دل و ذهن شما باید کاملا نو شود و سرشت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید. آمین. آمین. هللویا. چرا این پیام را دادم؟ میخوام بهتون بگم این پیام حقیقتا مال خود من بود. چون من هفته‌ها برای امور خدمتی و مینیستری که دارم فکر میکردم سالها سرم زحمت میکشم، سالها در کنار خانوادم، خیلی قربانی دادیم ما، خادمی که کنار من بودن خیلی قربانی دادم، و دارم میبینم اتفاقای توی دنیا میافته که انگار خدمت ما، موقعیت ما جایی نیست. جمعه، همین جمعه صبح زود سحر که بلند شدم دعا کنم، روح القدس با قلبم صحبت کرد. در رقابت نمون، در عدالت بمون و در عدالت من به من گفت. این پیام مال منه، اول مال منه و بعد برای هر کسی که بپذیره. و خدا برای من مکشوف کرد و همون روز من تصمیم گرفتم دست به خیلی از موقعیت‌های خدمتیم زدم که فکرم این نبود، به هیچ وجه عوض کردم و آزاد شدم از این. برای همین این پیام رو به شما دادم. در رقابت نمونید تا زندگی شادی داشته باشید. مطابق مزمور 14:5 اعلام میکنه خدا با عادلان است. اگر در عدالت باشی، خدا همیشه باهات هست. چه کشیش باشی، چه خادم ساده باشی، چه تازه ایمان آورده باشی، خدا تو رو هرگز رها نخواهد کرد. لحظه لطفاً سرهای خودمون رو خم کنید و به آنچه که شنیدیم لطفاً تمرکز تو بر اونجا، ذهن تو بر اونجا. امروز، دیروز، سال گذشته تو کدوم جنگ بودی؟ رقابت با کیا داشتی؟ با کی جنگیدی؟ حتی بعضیا با خود گذشتهشون میجنگن، مدام خود گذشتهشون رو مقصر میکنن، میگن ای کاش اینو نگفته بودیم، ای کاش اونجا وای نساده بودیم، ای کاش پیش پلانی نمیرفتیم. و شروع میکنن خودشون رو سرزنش کردن. اینم یک جنگه. آزاد کن خودت رو. تو اومدی اینجا آزاد بشی. اگر باور داری، اگر ایمان داری، وقت تو گذاشتی، آزاد کن خودت رو. تو رقابت قرار نگیر. اجازه نده در رقابت باشی. تو فرزند خدا هستی. کار تو، حقوق تو، درآمد تو، کشوری که در زندگی میکنی به تو ارزش نمیتونه بده. تو ارزش داری از طرف خدایی که تو رو آفریده و اینقدر تو رو دوست داشته که یگانه پسرش رو برای تو داده، جان پسرش نیز برای تو داده شد تا تو ارزشی رو که خدا در نظر داشته به اون برسی. تو خیلی نزد خدا با ارزش هستی. رئیس جمهورها، پادشاهان،
نمیتونن این ارزش رو به من و تو بدن. خودتو آزاد کن، تو در حضور خدا ارزش داری، تو با ارزش هستی، خدا عاشق توست، خدا تو رو دوست داره. اعلام کن شکر خدایا که مرا دوست داری و به من ارزش داری. اینو اعلام کن، اعلام کن و اعلام کن تا بشنوه خدا من، حتی شریر بشنوه و از این رقابت دست بردار. هللویا خداوند، با فیضت با رحمتت میخوام عزیزانی که ای خدا اینک در حضور تو تفکر کردن و به تفکری که کردن اگر لازم بود توبه کردن، ای خداوند به قوت روح مقدس خودت برکتشون بده تا در عدالت تو زندگی پاک داشته باشن و زندگی پیروزمندانه، و همه اینها را در نام مسیح می طلبیم. آمین آمین.